گفته که طراحی الگوسازی این مانتو سخته؟ تو پست قبل بهتون ژورنال خانیشو آموزش دادم. الان لقمه آماده است. میخوام طراحیش بکنیم. یه سری نکات ریز داره که اونو تو استوریا براتون گفتم. الان میخوام آموزش کامل بهتون بدم. پس اگر میخوای یاد بگیری یه لایک بکن. بریم آموزش ببینیم. برو که بریم. کار ما نیاز به الگوی اولیه بدون پنس میتونید داشته باشید، میتونید پنسدار هم باشه. شما میتونید اگر پنس سرشانه دارید به پای لباس انتقال بدید، یعنی در واقع رگالیش بکنید و از قسمت پهلو اضافه رو کم کنید. اگر از الگوی آزاد استفاده کردید که بهتر هست از الگوی آزاد استفاده کنید، از قسمت پهلو میتونید 2-3 سانتی برید بیرون و به قسمت کف حلقه بست بکنید، یا اینکه میتونید اینجا رو قوس دار بکنید. اینا کاملا اختیاری هست. بیشتر از 3 سانتی به وزن ما ندید، خیلی گوشه میندازه، چون توی عکس ما اینجا حالت عوزمانی ما نمیبینیم، لول نمیبینیم، پس باید به قسمت پهلو فقط یه مقدار آزادی بدیم. الگوی شما میتونه الگوی نیمه گشاد باشه. حالا من تو بچه‌ای که تو دوره بنیادین ما هستن میدونن نیمه گشاد یعنی چی، چقدر آزادی داشته باشه. و قسمت پنس هم اصلا دوخت نمیشه و جز آزادیش میره. این لباسمون روی همگرد نداره، اگر دوست داشته باشید میتونید بدید، فعلا روی همگرد نداره. توی پست قبلی من ژورنال خانی آموزش رو بهتون گفتم، گفتم خط شکستمون تو کدوم محدوده است که بین کمر و باسن در اومد. میتونید وسطش رو در نظر بگیرید، یا میتونید از خط کمر 10 سانتی بیاین پایین تر و خط شکستتون رو طراحی بکنید. برای این چون لباستون گشاد هست، باز هست، نیاز به لقه گیری نداره. اما اگر میخواید تو قسمت این قسمت قشنگ بشینه، راحت‌تر بشینه و ایستادگیشو داشته باشه، میتونید 1 سانتی متر اینجا لقه بگیرید، به نوک ساسون وصل بکنید. به اندازه پشت یقتون، یقه پشتتون هلالش رو به صورت ایستاده اندازه بزنید، به همون اندازه بیایید بالا. هر اندازه‌ای که هست شما میایید کم کم به این صورت، از اینجا تا اینجا، مثلا اگه اینجا 11 سانته 11 سان 11 سان همطور 11 سان 11 سان میرید و علامت میزنید تا به صورت یک کمان در بیاد. روی این کمان به اندازه 2.5 تا 3 سان علامت میزنید، متر حالت ایستاده بذارید، علامت بزنید و از اینجا گونیاتون رو طوری قرار بدید که این زاویه زرع قائمش روی این کمان ما مماس بشه. ببینید دقیقا مماسش باید بشه. به اندازه پهنای پشت یقتون هر اندازه که دوست داشتید بین 6 تا 8 سانتی میاید به این سمت. این قسمت رو میاید به اینجا به صورت پشت یقه وصل میکنید، یه هلال ملایم که قرار به پشت یقه دوخت بشه. برای طراحی یقه من توی ژورنال خانی بازم براتون تو پست قبل صحبت کردم، اگر نمیدونید دقیقاً چجوری میتونید برید تو ژورنال خانی پست قبلم ببینید متوجه میشید. برای طراحی یقه روی خط کارورتون به اندازه تقریباً 2-3 سانت بیایید داخل، به اندازه 3 تا 4 سانت هم بیایید پایین و به این قسمت باید به صورت هلال وصل بشه. برای اینکه راحت تر باشه میتونید با مداد بکشید، یه خط صاف بکشید و اینو ملاک قرار بدید برای اینکه اینو هلال کنید. دقت بکنید وقتی که هلالش رو میخواین رسم بکنید طوری باشه که گودی بیشترش اینجا باشه، یعنی اینجا دیگه کمان کنه بره سمت سرشونه. به این صورت ببینید، به این صورت. حالا من چقدر از سرشانه برم بیرون؟ ببینید من اینو پررنگ تر بکنم میبینید. چقدر از سرشانه برم بیرون؟ بستگی به اندامتون ممکنه کم یا زیاد بشه من اگه یه عدد ثابت بدم. پس بهتره همین هلالتون رو با همون هلالی که قرار بگیره امتداد میدید. هر جا رفت همونجا میشه پهنای قسمت سرشانتون. خب حالا من اینو میام کپی میکنم اون طرف مقابل. از خط شکست تا میزنم. بعد از اینکه این کارو کردم باید بیام قسمت پشت یقه رو درست کنم. من 6 تا 8 سانتی که رفتم بیرون اینجا رو میام اول تا حدود محدوده سرشانه رو عمود میام اینجا رو، و بعد ببینید الان اینجا خیلی عمیق شد، به این حالت یقه من نمیخونه، درسته؟ میام اینجا و به این صورت، ببینید اینجا عمیقه دیگه، درست عموده دیگه، میام به این صورت بهش حالت میدم. ببین به قسمت پشت یقه میتونه وصل بشه. دیگه به اینجا که کپی کردم نرسید. چرا؟ چون با توجه به پشت یقه من این مقدار براش کم بود. با توجه به این و پهنای یقه که داشتم اومدم طراحیش کردم. خب حالا این شد یقه من. روی یقه من یه برشی داره که این برش رو من باید روی سجاف پیاده کنم، چون یقه برگردونه میشه و سجافم مشخص میشه. پس من میام سجافش رو اول کپی میکنم، روی سجافش این کار انجام میدم. برای سجاف شما باید از قسمت سرشانه
به اندازه 4 تا 5 سال میایم بیرون، از این پایین هم 4 تا 5 سال میایم بیرون، میام به این صورت، به صورت هلال میام بالا. این خط سبزی که من کشیدم سمت چپ رو کپی میکنیم برای سجاف. قبل از کپی در مورد جیب بهتون بگم، ببینید جیب رو نگاه بکنید تقریبا از خط شکست اون یه مقدار بالاتره، از خط کمر به اندازه 6 تا 8 سانتی میایم پایین و جیبتون رو طراحی میکنید. بستگی به اندامتون، هر جایی از بدنتون از لباس میخواین قرار بدین به صورت اوریب در نظر میگیرید و جیبتون رو طراحی میکنید. ببینید من اومدم کپی کردم، درست خط کمر، سینه، کارور، خط سرشانه، خط شکستم، همه رو کپی کردم. این تا اینجا قراره که ما اینجا روش طراحی انجام بدیم. خب اینجا خط شکستمونه. خب روی قسمت یقمون، از روی یقه ما تقریبا 2 سانت میایم بالاتر، روی خود یقه 2 تا 3 سانت میایم بالاتر. قراره که هلالی که برشی که ما داریم از اینجا شروع بشه، که این برش ما ببینید به این صورته، به این صورت. خب اینجا خط کارور من هست. خب از روی این خط کارور تقریبا 4 سانتی میام بالاتر علامت میزنم. قراره که من اینو نسبت به این خط شکست تا اینجا برسونم. اول از همه میام اینجا یه مقدار به سمت خط شکستم میرم، یه در حد 1 سانت، و تو خط کمر یه مقدار بالاتر رو تقریبا صاف میرم، یعنی تقریبا 1 سانت 2 سانت از خط کار، از خط شکست من فاصله داره. میام به صورت یه حالت مثل خط صاف یا کمان خیلی کم میام بالا و بعد میام اینجا بهش به صورت هلال وصل میکنم، به این صورت. اومدم اینجا و بعد یه هلال بهش دادم و به این بالا که مشخص کردیم وصل کردیم. اینجا باید برش بشه. یادتون نره قبل از اینکه برش بزنید، قبل از اینکه برش بزنید حتما چند تا نقطه موازنه برای خودتون درست کنید. چند تا نقطه موازنه بذارید برای دوخت لازم میشه که موقع دوخت این دوتا به هم وصل بشه و حتماً هم راستاگیری انجام بشه، یادتون نره. این شده از سجاف ما. الگوی آستین رو میایید رسم میکنید با هر متدی که هستید، فقط قسمت مچش رو برای اینکه راحت تر بتونید دقیقا چقدر بگیرید متر رو دور مچتون بذارید با هر میزان گشادی که دوست دارید. میخواید 35 سانت 40 سانت هر چقدر که میشه همون رو برای دور مچ ملاک بگیر، یا اینکه میتونی الگوی اولیه رو مثل همیشه رسم بکن و بعد به این قسمت عوضمان بده، ولی خب به هر با روش اول راحت تره. من بعدم این کار رو از همون اول انجام دادم، به مچم هر آزادی که خواستم بهش دو طرف دادم و ارگوم رو کامل کردم. حالا میاد از قسمت پایین، از قسمت پایین مچ به اندازه 12 تا 15 سانت بستگی به سلیقه خودتون داره که چقدر دوست دارید که بهش مچی بدید. من از اینجا این خط وسط رو 3 قسمت میکنم، 1/3 اولی رو علامت میزنم. از اینجا به اندازه 3 تا 4 سانت میام به دو طرف، به دو طرف علامت میزنم. شما میتونید این رو 2 سانت بکنی، میتونی 6 سانت بکنی، بسته که به سلیقت که بخوای داله چقدر باشه اندازه میزنی و به اینجا وصل میکنی به دو طرف. من میام این قسمت رو کپی میکنم، برش نمیزنم. خب ببینید من اینا رو برش زدم، باید اول خطوط راستا روی همه پنل ها مشخص باشه. برای این قسمت که قسمت تنه اصلی هست، 1 بار دولای باز قرار میدید، آستین هم که خب دولای باز هست، برای سجاف هم هر کدوم جداگانه دولای باز قرار میدید که باید راستاگیری بشه. اما برای این قسمت زمانی که میخواین الگوتون رو آماده بکنید این قسمت رو برش نزنید، خب خط صاف بکشید. چرا رو بهتون میگم. از این هم باید 2 بار دولای باز بذارید که سجاف خودش بشه. برای دوخت آستین باید این قسمت و این قسمت مغزی دوزی بشه و به سجاف خودش وصل بشه. وقتی که دوخت کردین میایین دو طرف درز رو میدوزید، یعنی وقتی که سجافش رو مغزی دوزی کردید، سجافش هم دوختید، اینو به این صورت باید بدوزید و آماده کنید، یعنی به صورت یه دایره. مچ این آستینتون رو هم مثل حالت عادی میایید این دو طرف درز آستین رو دوخت میکنید. زمانی که شما درز آستین رو اومدید دوخت کردین، میایید این رو که اومدید دوخت کردین اینو آماده کردین، اینم آماده است، اینم آماده است، درست. میایید این که حالت جلوی لباستون هست، این مچی رو میذارید داخل. ببین
این رو به این حالت میذاری داخل، ببخشید برعکس گذاشتم، مچی ها رو میذاری داخل زمانی که همین حالت بسته هست. میای دور تا دورش رو دوخت میکنید، وقتی دوخت کردین این رو برمیگردونید روی کار، به این صورت میشه، برمیگردونید روی کار و این درزتون میره داخل لباس. اینطوری درزی هم مشخص نیست، آستینتون هم طراحی شد. به همین راحتی این دوخت آستین رو انجام میدید. برای بالا تنه ما تو این قسمت نوار مغزی داریم، پس باید مغزی دوزیش رو انجام بدیم. به یکی از اینا مغزی رو میدوزیم و بعد میایم اینا رو به هم وصل میکنیم. موقع وصل کردن نقاط موازنه باید دقیقاً کنار هم قرار بگیره. سجافتون که آماده شد میخواید به این تنه وصل بکنید، مثل سجافهای دیگه که دوخت میکردین میایید این رو میذارید روی کار و مسیر اینجا رو کامل دوخت میکنید، خط مرکزی و یقتون تا پشت یقه کامل دوخت میکنید. وقتی که دوخت کردین زاپاسش رو کم میکنید. یادتون نره موقعی که میخواین دوخت بکنین هر جا نیاز به مغزی دوزی داره مغزی دوزی رو انجام میدید، یعنی شما اول باید این مسیر رو مغزی دوزی انجام بدید بعد به تنه وصل بکنید و این کامل برگردونده میشه به داخل، کامل برگردونده میشه میره داخل. وقتی که این کار رو انجام دادین میایید پشت یقه رو این سمت رو به پشت یقه اون سمت جلو وصل میکنید و این قسمت رو میاد به یقه پشت وصل میکنید، سرشانه هم که به سرشانه. زمانی که شما اینو کامل دوخت کردین و اینو برگردوندین ببینید اینجا از خط شکست باید تا بشه، درسته؟ برگردونده میشه به روی کار. وقتی برمیگردونید ببینید این قسمت که ما اومدیم برای یقش طراحی کردیم دقیقا تو این قسمته، ببین به خود کچ شد. وقتی برمیگردونید سجافتون مشخصه، یعنی اون برگرد یقهی که ما اینجا اومدیم درست کردیم برای قسمت سجافش رو جدا کردیم، اون برش از روی کار دیده میشه. برای همینه که ما روی تنه این برش رو طراحی نمی کنیم، برای سجاف فقط باید طراحی بشه. و اما نکته آخر، قبل از اینکه نکته آخر رو بگم یادت نره پستم رو لایک بکنی و اگه دوست داری آموزش های بیشتر یاد بگیری میتونی به پیجی که تک کردیم بیای و کل آموزش های عالی دیگه ببینی. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که تو خط سرشانه رو حتما روی سجاف و تنه باید امتداد بدین که دقیقاً در کنار هم قرار بگیرن. این چرت ها رو یادتون نره و حتما هم نقاط موازنه کمر باسن رو هم روی پارچه‌تون کلیپ یا چرت بزنید. این از آموزش امروزمون، تا آموزش بعد خدا نگهدار.